شغل جدید امیر تتلو همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو لطفاً فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. تتلو که یکی دو هفته پیش با منتشر کردن یک پست در کانال یوتیوبش همه رو شوکه کرد، خبرهای جدیدی به همه طرفداراش رو تتلیتیا داد و اعلام کرد که من میخوام یه شغل جدید برای خودم و شما دست و پا بکنم. من یه طرفداری دارم که تو کار ارز دیجیتاله و میخوام باهاش همکاری بکنم. الانم توی یک جلسه هستم و با تیمم دارم صحبت و گفتگو میکنم تا یه سایتی رو برای خودمون دست و پا بکنیم که هم شما تتلیتیا بتونید ازش درآمد کسب بکنید و هم من امیر تتلو. همه گفتن که حتما امیر تتلو میخواد یک سایت قمار رو شرط بندی داشته باشه، اما تتلو چند روز بعد اعلام کرد که من میخوام توکن خودم رو داشته باشم و براش جلسه گذاشتم با یکی از فنام که تو کار ارز دیجیتاله. و خب امیر تتلو با منتشر کردن عکس فردی که قرار کارای بیزینسی جدید امیر تتلو رو ساپورت بکنه، اون فرد رو به همه تتلیتیا معرفی کرد و خب روز گذشتم از توکن خودش به نام امیر تتلو رونمایی کرد که اسمشو گذاشته تتلو توکن. و همچنین امیر تتلو این اینستاگرام در واقع کارهای ارز دیجیتالش و تلگرامش هم به همه تتلیتیا معرفی کرد و گفت پیج اینستاگرام ما اسمش هست تتل توکن، که خب الان دقیقاً به 140K فالوور رسیده. امیر تتلو از همه طرفداراش و تتلیتیا خواستش که در این بیزینس همراهیش بکنن تا امیر تتلو هم بتونه به یه درآمد خوبی ازش برسه و هم تتلیتیا بتونن از این طریق کسب درآمد بکنن. اما ناگفته نماند که پشت پرده این ارزهای دیجیتالی و شت کوین هایی که امیر تتلو هم در واقع از شت کوین خودش رونمایی کرده چی میگذره و بلاییه که احتمالاً گریبانگیره، شاید هم خود امیر تتلو بشه و هم خیلی از تتلیتیا. جالبه بدونید در جهانی از کریپتو که هر لحظه شت کوین هایی مثل شیبا با اون حجم از هولر ممکنه قیمتش به صفر برسه و از صرافی ها پاک بشه، تتلو هنوز دنبال کسب درآمد از مردمه. جالبه بدونید که پس لرزه اصلی کریپتو مونده تا چند هفته دیگه که تمامی شت کوین ها و کوین های بی اعتبار از شبکه های بلاکچین حذف خواهد شد. کریپتو این سری کریپتوی قبلی نیستش. این بازار به شدت تغییر کرده و در حال تغییرات بیشتره. خلاصه دوستان عزیز و تتلیتیای گرامی، باید خیلی حواستون رو جمع بکنید از اینکه وارد این بیزینس جدید امیر تتلو میشید، چون قراره تا چند هفته بعد کلن شت کوین ها از بین بره و اون وقت خدایی نکرده دست شما تو پوست گردون نمونه. جالبه بدونید که امیر تتلو از وقتی که با سحر قریشی ازدواج کرده و خب روابطی رو برقرار کرده کلن تغییر کرده و این تغییرات سبب تغییر خود حاج خانومش سحر قریشی هم شده. سحر قریشی که این روزها توسط امیر تتلو بارها و بارها بی آبرو شده و امیر تتلو حاج خانومش رو شسته و پهن کرده، بازم برای امیر تتلو هلاکه. و خب از وقتی هم که امیر تتلو کلن پشت پرده زندگی سحر قریشی رو افشا کرد که از اینکه مشروب خوره، سیگار زیاد میکشه، معتاد به کوکائین بوده و خب چه بلاهایی که سرش اومده در سینما و حتی توهینی که تتلو به مادر سحر قریشی کرد و گفت این چه دختر بیادب و بیتربیتیه که شما بزرگش کردین و تربیت کردین، که هنوز البته از نظر تتلو سحر قریشی تربیت نشده و امیر تتلو داره بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون رو، حاج خانومش رو، داره در ویلاش تربیت میکنه. جالبه بدونید که از وقتی که سحر قریشی تحت تربیت خانگی امیر تتلو قرار گرفته،
بالکل پر و پاچش رو تتو کرده که به نوعی عشق خودش رو به تتلو ثابت بکنه و از طرفی هم کلن اعلام کرده که من با سینما و تلویزیون کشورم خداحافظی میکنم. و سحر قریشی در حال حاضر تحت تعلیم و تربیت امیر تتلو هستش و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یه حیوان خونگی برای امیر تتلو باشه تا جایگاه یک همسر. امیر تتلو این روزها بعد از ازدواجش با سحر قریشی به فکر ایجاد شغل‌های بیشتر و فعالیت بیشتر برای کسب درآمد زندگی شده و گفته این خرج و مخارجی که من دارم و خب تامین هزینه‌های تیمم با من بوده و خب دیگه من نمیتونم از این به بعد به عنوان یک هنرمند از پس این هزینه‌ها بر بیام، واقعا خیلی سخته، مخصوصا که خب الانم که امیرجان تتلو مجبور شده یک ویلای 28,000 یورویی در ماه رو اجاره بکنه، خب که در این ویلاش هم به کمک خواهرش نغمه مقصودلو و همسرش سحر قریشی و دخترایی که توی خونش داره چالشی برگزار کرده که کلن دکوراسیون داخل خونه رو سپرده به دخترها که ببینه از پسش بر میان و چند مرده حلاجن. امیر تتلو که مدتی قبل از ازدواجش آبروی مادرش رو پاک میریخت و میگفت مادرم با رقصیدن و قر دادن تو این مهمونی تو اون مهمونی منو بیشخصیت کرد و با احساسات من بازی کرد، کاری کرد که من معتاد بشم و به اینجا برسم و خب ولی من بالاخره راهمو پیدا کردم و یک آرتیست شدم، ولی از مادرم و کاراش حسابی دلخور هستم. و خب حالا بعد از اینکه ازدواج کرده سحر قریشی همسرش رو نشونه گرفته و حالا هر دفعه به هر بهانه‌ای داره با آبرو شخصیت سحر بازی میکنه و حالا شاید بهتر باشه بهتون بگیم که این خواسته شخصی خود سحر قریشیه و خودش انتخاب کرده که با تتلو بخواد رابطه داشته باشه و آبروش بره به هر قیمتی که شده و خب نه تنها با این کارش آبروی خودش رو میبره بلکه خانوادش هم زیر سوال میبره. دوستان عزیز نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما سحر قریشی در زندگی با امیر تتلو خوشبخته؟ آیا به نظر شما شغل جدید امیر تتلو یه جور کلاهبرداریه یا نه میتونید ازش کسب درآمد بکنید؟ و آیا شما هم به عنوان یک تتلیتی حاضرید در بیزینس امیر تتلو باهاش همکاری بکنید؟ دوستان عزیز لطفا نظراتتون رو برامون در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای انگلیس و کانادا و استرالیا و نروژ و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید و ویدیوهامون رو ببینید و لایک کنید و کامنت بذارید و حتما هم با سرور نروژ وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای ما رو ببینید و روی تبلیغات هم کلیک کنید. تشکر که با ما همراه هستید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید.